بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که امروز ما شما بحث میکنیم موضوع در برای سبنیتینگ است. هدف از سبنیتینگ چیست و سبنیتینگ چرا یوز میشه در ادارات؟ ببینید چه قسم که از نامش معلوم میشه، سبنیتینگ به این معنا که تقسیم کردن یک نتورک با بخشای مختلف برام چه میشه؟ سبنیتینگ. اگر ما شما یک نتورک داریم و این نتورک رو بخواهیم تقسیم بندی کنیم به بخش‌های مختلف، همین پروسیجر میگه سب نتینگ. به این معنا چرا ما مجبور میشیم که یک شبکه را به بخش‌های مختلف تقسیم بندی کنیم؟ علتش چیست؟ ببینید آلت شیر میکنیم. فرض کنیم ما شما آی اس پی داریم. چی داریم؟ اینترنت سرویس پرووایدر. آی اس پی اینترنت برای ما داد. برای ما گفت که بذار این اینترنت تانس برای راوتر آمد. ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم که سیس اینترنت برای ما آمد. ما در اینجا چهار برانچ دیگه داریم. میخواییم که با چهار برانچ دیگه خدمات اینترنتی توضیح کنیم. یک برانچ مثلا با یک برانچ برای ما اینترنت داده شده، ما میخواییم با چهار برانچ دیگه اینترنت چی شد؟ داده شد. پس چی کار باید انجام شد؟ بخاطر ای که به چهار برانچ دیگه خدمات اینترنتی توزیع شود، کدام کارا باید انجام شود؟ ببینید فرض کنید شما یک چیز دارین، یک ارگانیزیشن دارین، صحیحه؟ در این ارگانیزیشن شما میخواین که مثلا ویسا است، به ویسا اینترنت بر شما داده شد، مثلا در سانشاین هم میخواین اینترنت بیتین، با پانتون کابل هم میخواین اینترنت بیتین، ولی با باختر هم میخواین اینترنت بیتین. این قسم موضوع است که شما با سنشاین و با پانتون کابل و با اختر با یا اینترنت نمیگیرین، ولی امی اینترنت که است ای را تقسیم بندی میکنه. ای را میگه سب نت. به این معنی که امی نتورک که برای شما داده میشه او را باید به بخش‌های مختلف چی شد؟ تقسیم شد. خب چرا این کار مردم میکنه؟ چرا ما این پروسیجر را پیش میبریم در ادارات؟ یا کوی است که ما باید اینترنت توزیع کنیم به ادارات دیگه؟ و موضوع دیگه ای است که اگر ما امی یک کیبل یک اینترنت میاریم و مکمل جای تقسیم میکنیم، از امی یک نتورک استفاده میکنیم، سرعت نتورک ما پایین میشه. ما میخواییم که سرعت نتورک ما اضافه شد و امی قسم ای رو میگیم که هزارها کمپیوتر باید استفاده کنه از امی نتورک. پرس کنین اگر برای ما یک آی پی داده میشه که از یک شروع آی پی ادرس از چند تغییر میکنه؟ از یک الی چند؟ 254. پس کنید خود 254 کلاینت سپورت میکنه. اگر ما میلیون اپ کمپیوتر داشته باشیم و ای را بخواهیم که با میلیون اپ کمپیوتر اینترنت بیدیم، دو صورت ما ضرورت بیداریم که برای با سب نیت. نو سب نیتورک به این معنی امی سب نیتین وقتی که ما شما با وجود میاریم ای کار ماست، ای باید ما انجام بیدیم، نه آی اس پی. وقتی که آی اس پی میگه، آی اس پی میگه که ما این کار انجام میدیم، شما مجبور هستین با آی اس پی باید پیمنت کنید، با آی اس پی باید پیسہ بدید. یا عموما یک قسم است که این کار آی اس پی است. شما در یک آی اس پی کار میکنید، میخواین به مردم خدمات اینترنتی میدید، پس دو صورت ضرورت بیست که امی نتورکتان باید به بخش های مختلف تقسیم بندی کنید. ببینید به خاطر که این کار انجام شد و ما خدمات اینترنتی تقسیم کنیم به ادارات مختلف، برای اول میام در یک سلاید صحبت میکنیم، بعد از اون میرم عملی پروسیجر رو میبینیم که آیا امی سبنیتینگ چه به درد میخوره. و اینجا کتاب در برای می سبنیتینگ نوشته شده و بسیار کتاب خوب است، هند بوک است، مکمل معلومات دیتیلز است. اگر کسی کتاب به طریقه درست یاد بگیره، فکر میکنم که شاید در سبنیتینگ مشکل پیدا نشه.
خب پیش از اینکه دیتیلز برویم در برای سبنیتینگ، ما یک چندین تعریفات است که باید ایره یاد بگیریم. این تعریفات چی است؟ ببینیم اول با CIDR Classless Inter-Domain Routing. پس اصلش هر عددی که هست بنام CIDR یاد میشه. حالا تنها این تعریفات را گوش کنین که چی است. نمازتان جا بجا کنین که CIDR چی است. پس اصلش هر نمبری که داده میشه از طرف ISP در یک IP ادرس برای بچه میشه CIDR سلاش CO2 سلاش 16 سلاش 1 سلاش چند سلاش چند آلی میبینیم. دیپالت سبنیت ما هست که وقتی که ما شما یک IP میتیم طبعا هر IP ما شما چی داره؟ نتورک ماست یا سبنیت ماست داره. فیصله میکنه که کدام بخش IP ادرس از نتورک است و کدام بخش هست ایدی است. یعنی سبنیت ماست یا ادرس ماست فیصله میکنه که کدام بخش IP از نتورک است و کدام بخش از هست ایدی است. خب بلاک سایز IP ادرس کدام ادرس است؟ ببینید بلاک سایز IP ادرس او ادرس هایست که یوز نمیشه در شبکه. بلاک سایز ادرس ها کدام ادرس هست؟ یوز نمیشه که بلاک لیست هست. نتورک آیدی و برودکاست آیدی چی هست؟ نتورک آیدی و برودکاست آیدی ببینید اینجا ادرس اولی در یک نتورک بنامه نتورک آیدی یاد میشه. اولترین ادرس در IP یا در نتورک برای من نتورک آیدی یاد میشه. فرض کنیم برای ما شما یک IP داده میشه 192.168.1. از یک شروع این لرنس رو 55 اولی ادرسی که است بنامه نتورک آیدی است. ببینیم برودکاست آیدی چی است؟ آخرین ادرس در نتورک بنامه برودکاست آیدی است. برودکاست آیدی و نتورک آیدی هر دویش یوز نمیشه، هر دویش بلاک سایز آی پی است یا بلاک لیست است. هم نتورک آیدی یوز نمیشه و هم برودکاست آیدی یوز نمیشه. کدام ادرسی که بین نتورک آیدی و بین برودکاست آیدی است او ادرس قابل یوز است. متوجه باشین به این کانسپت. و هست ایدی است. ادرسی که بین نتورک و بین هست است، بین برودکاست است، او ادرس بنامه چید میشه؟ هست ایدی. خویی که کدام است و چه قسم است؟ آره تعریف است. نتورک ایدی هر ادرسی که در بخش آی پی ادرس بار اول می ادرس اولیش او بنامه نتورک شد، هر ادرسی که در آخرش است او بنامه چی است؟ برودکاست است. و هر ادرسی که بین نتورک و بین برودکاست است او برنامه هست است و هست ادرس یوز همیشه. این تعریفات یاد گرفتیم پس به این معنی سبنیتینگ مشکل نیست. گفتیم که CIDR چیست؟ Classless Inter-Domain Routing به این معنی هر شماره ای که پس از یک سلاش در ای پی ادرس میاد برنامه CIDR یاد میشه. سبنت ماست یا ادرس ماست فیصله میکنه که کدام بخش ای پی از نتورک و کدام بخش از هست آی دی است. دیگه گفتیم که نتورک آی دی اولترین ادرسی که در یک ای پی است، اولترین شماره ای که در یک ای پی است برنامه نتورک، آخرین ادرسی که در یک IPS بنامه برودکاست، و هر ادرسی که بین نتورک و بین هست است بنامه چی؟ بنامه هست است. خب متد چی است؟ برای اول وقتی که ما شما سبنیتینگ انجام میدیم و یک ادرس به بخش های مختلف تقسیم بندی میکنیم، کانسپت باینری باید ما یاد بگیریم.
کی یادار که باینری به دیسیما چه سمت دیسیما با باینری؟ سمت باینری به دیسیما که یکش خود دیسیما که از قایدش دسته و از باینری از دو به تبدیلش ضرب میشه و بعد از برعکسش تقسیم میشه. ببینید ببینید به خاطر که ما شما یک ادرس برای ما برای اول داده شد، به خاطر که ما این پروسیجر را پیش ببریم و سبمیتینگ انجام بدیم که تقریبا 6 هفت پروسیجر است، تا که ما شما ستیپ بای ستیپ بریم و سبمیتینگ مکمل تکمیل کنیم و یک ادرس سبمیت کنیم، و در مقابل ای که هم قسم یک کتاب هم داریم که در کتاب مکمل سبمیتینگ دیتیلز تشریح شده، هند بوک کار شده. اول ضرورت ما باید داریم که باید باینری یاد بگیریم. باینری با دیسیمال کدام اعداد است؟ اول یاد بگیریم باینری اعدادی است که با قاعده 0-1 باشه. باینری اعداد اعدادی است که با قاعده 0-1 باشه و دیسیمال اعدادی است که با قاعده 10 باشه. هگزا دیسیمال اعدادی است که با قاعده چند باشه؟ 16 باشه. متوجه باشیم اگر برای ما یک ادرس داده شود، بار اول ما ضرورت بداریم که او ادرس باید به باینری تبدیل کنیم. متوجه باشین اول یاد بگیرین که باینری چه قسم تبدیل میشه و بعد از اون میریم به سبنیتینگ. پرس کنین اصلا هدف از است که اگر یک کامپیوتر باشه این باینری چرا میکنیم؟ اول یک موضوع تشریح میکنیم. اگر ما یک کامپیوتر داریم یک کنکت سمرای کامپیوتر دیگه، وقتی که از این کامپیوتر معلومات روان میشه به این کامپیوتر سند میشه، یه معلومات که ازی میاره بایی پرس کنید یک تصویر است وقتی که این تصویر انتقال میشه خود مکمل تصویر انتقال نمیشه. چی معنی؟ ببینید اینجا سافتویر است که دیگه ما ران کنیم کجاست؟ پی ویل سی کجاست؟ L V Mies F clear ببینید اگه کمیونیکیشن میشه از یک کمپیوتر به کمپیوتر دیگه معلومات میده. ببینید اینجا device knows how to put it all back together. Overloaded or broken, your data just takes a device knows how to learn. Every device on the internet has its own unique address.
is really just a message from one device to another. ببینید. But it doesn't travel. اگر کینمی تصویر میره از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه. It gets polarized into tiny packets of data. بازیرو یک تبدیل میشه. بعد از وقتی که جانب مقابل رسید. پس این بازیرو به This way, one message can actually take several different paths to its destination. وقت یمو آنالوگ است که بنام زیر یک است. Then, by following the protocol, the receiving device knows how to put it all back together. و تصویر گرفته میشه. حالا سوال دیست که وقتی کمی دو کامپیوتر هم رای دیگه که میرکنن از آبیتا و صحبت میکنن این پروسس چه قسمه شد دیره؟ بخاطر اینکه اینمی کامپیوتر معلومات رو مرکنه به این اصلا این کمپیوتر ها آی پی آدرس ها نمیشناسه. اگر ما شما ای را بگم که 192.168.1.1 اینجا ای کمپیوتر ایمیل روان میکنه و کمپیوتر جانب مقابل اقسم نیسته که ای ایمیل و ای شمارات برو. اصلا ای قسم موضوع است اینجا که اینمی شماره را خودش با چی تبدیل میکنه؟ با باینری تبدیل میکنه. حالا یاد بگیریم که باینری چی قسم است. اگر ما شما ای را یاد بگیریم که اینمی آدرس چی قسم با باینری تبدیل میشه و او در درس اول که اگر دارید تنو باشه ما شما خانده برین در برای ای پی ادرس ها که ای پی ادرس 32 بیتس است. خب ای را به اثبات میرسنیم که ای پی ادرس چرا 32 بیتس است. ای پی ادرس چند است؟ 32 بیتس است. علتش چی است؟ ببینید علتش چی است که اینمی بخش هم 8 بیتس است، اینجا هم 8 است، اینجا هم 8 است. خب اگر ما این را بخواهیم که امی 192 و 8 بیتس نمیشته کنیم چی کار میکنیم؟ بار اول چندین طریقه است بخاطر تبدیل کردن یک عدد به باینری. ما شما یک طریقه داریم که 192 را بار اول ما تقسیم بندی میکنیم بعد چی؟ به دو. هر عددی که میمانم او را همراه دو نمیشته میکنم و با باینری برای ما تبدیل میشه. ببینید پرس کنید یک نفر برای شما میگه که امی 192 را برای ما با باینری تبدیل کنید. شما چی کار میکنید؟ شما یک سم کار میکنید که 192 را تقسیم میکنید به چند؟ به دو. یکی تقسیم دو شما چند میشه؟ اگر این را ما با تقسیم دو کنیم چند میاد اینجا؟ 96 باقی ماند؟ نه یه چند باقی نماند؟ باز بعد تقسیم میکنیم چی میه حاصل؟ گوش کن وقتی که شما یک عدد تقسیم کردین به دو هر عدد که به آمد درست است. اگر حاصل آمد خوب نمیشته میکنه، اگر حاصل نمد نمیشته میکنه زیر این شد زیر. این را تقسیم چند میکنیم؟ دو. مسلسل هر عدد باید تقسیم دو شود. فرض کنید اگر ما ای را باز تقسیم دو کنیم چند میشه؟ چند؟ چلو هشت. نه تقسیم چند میکنیم؟ سپر باز باقی میمونه. باز اینجا چند میشه میکنیم؟ سپر. اما قسم چلو هشت تقسیم چند میکنیم؟ دو. یکی تقسیم چلو هشت را چند میشه؟ 24. باز چند است؟ 0. 24 تقسیم چند میکنیم؟ 2. این چند میشه؟ 12. این میشه؟ 0. اگر ما 12 تقسیم به 2 کنیم چند میشه؟ چند؟ 6. باز میشه چند؟ 0. اگر ما 6 تقسیم به 2 کنیم چند میشه؟ صفر. اگر سه تقسیم دو کنیم چند میشه؟ یک. اینجا چند میشه؟ چند میشه دیگه؟ نه حاصل باید نبرد دو یک میمونست و گوش کنید یک تا گوش کنید. اینجا چند باقی شد؟ یک. یک خودش میگیره. یک خودش چی است؟ یک باینری 192 است. مساوی میشه با چند؟ چرا؟ اگر 1000060 دیگه این چند بیت شد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. ما شما گفتن که هر بخش 8 بیتس است.
آره ما ایره چه قسم پس به دست میاریم؟ مثال تو برنامه بالا میره از نما با ضرب دو میکنیم دو برنامه یا مرچی که بود ببینیم چه قسم برنامه میبریم پیش؟ خود مثال اینجا هست هشت میگیریم یک برنامه هشت باز ضرب دو برنامه یعنی خود یک میگیریم یک ضرب در دو برنامه هشت جمع باز یک است یک ضرب در دو برنامه یک با جمع صفر ضرب در دو برنامه شش تا بسیار خوب ببینیم اصلا این قسم هسته که ما در اینجا چند داریم؟ 128 داریم، در اینجا 64 داریم، در این عدد در این بخش چند داریم؟ 128 و در این بخش چند داریم؟ 64 در اینجا چند داریم؟ از دو برنامه یک چیم؟ گوش کنیم اگر ما شما برویم به می عدد 192.168.1.1 آه، 128 اگر ایک سم کارتنم از این سایت شروع کنیم که ساده شده که سوال پیدا نشد اگر دو را دو چند کنیم چند میشه؟ چهار اگر چهار را دو چند کنیم چند میشه؟ چند؟ نه چهار دو چند میکنیم؟ هشت هشت دو چند میکنیم چند میشه؟ شانزده شانزده رو دو چند میکنیم چند میشه؟ سی و دو دو چند میکنیم چند میشه؟ شست و چهار شست و چهار دو چند میکنیم چند میشه؟ یک سر و بیست و هشت چند بخش شدی؟ یک دو هفت یک دانه دو با نمای صفر داره که او چند میشه؟ یک ولی گوش کنیم اگر بر شما هر کس یک عدد داد که را با باینری تبدیل کنید این فرمول یاد بگیرید دو پر کنید همین تقسیم نکنید مثل که پیش رفت وقتان میگیره وقتان زیر میگیره یک ستیپ او است که شما هر عدد میگیرید تقسیم دو میکنید حاصلی که میشه در طرف چپ نمشته میکنید اگر یک نفر برای شما گفت که باینری عدد بکشن این فرمول در نظر بگیریم پس اتومات شما میتونیم بگوییم که باینری عدد یه است پرس کنیم ما الان میگیم که باینری 192 پیدا میکنیم 168 پیدا میکنیم باینری 1 پیدا میکنیم باینری 1 الان یک نفر برای شما میگه که باینری 1 پیدا میکنیم باز چیکار میکنیم الان یک شما سر 0 تبدیل میکنیم سر چی تقسیم میکنیم سر 2 8 تا باید تقسیم میکنیم تا که برای شما چیز بده و چه قسم میکنه؟ مشکل است تو سوچی اون طرف پس راه حلی است که شما از این فرمول استفاده کنید یک دو چند کنید تا از ستیپ برید که 128 میشه چه معنا؟ ببینید اگر ما شما 192 رو با باینری تبدیل میکنیم این قسم یک عدد دمابین یا پیدا میکنیم جمع میکنیم همراهشان که 192 پیدا کنه او کدام عدد است؟ اگه 128 جمع 64 کنیم چند میشه؟ 192 کدام عدد دیگه که میمانه در مقابل او زیرو میمانه چی میمانه؟ زیرو متوجه باشیم خب این بسیار کانسپت مهم است در هر جای است در مقابل 128 یک میمانیم در مقابل 64 یک میمانیم در مقابل 32 زیرو میمانیم در مقابل 16 زیرو میمانیم در مقابل 8 زیرو میمانیم در مقابل 4 0 میمونیم در مقابل 2 0 میمونیم در مقابل 1 0 میمونیم 1 1 0 0 0 امو پیش که ما شما تقسیم بدیم حال چیکار میکنیم اگر ما شما این را پس میخوایم به چی تبدیل کنیم به دسیمال که کدام عدد برای ما ای 92 میته یعنی ها میته اگر ما اینجا 1 داریم دی فرمول میندازیم 1 ضرب 128 128 جمع 64 اگر ما این را جمع کنیم پس دایرکت برای ما چند میته 192 میته پس میتونیم که باینری 192 اینه میاد است اگر یک نفر برای ما بگوید که باینری چیز پیدا کنیم برای ما باینری 168 آره بین اینمی عدد ببینیم که جمع کنیم 168 مثل او کدام کدام است جور میشه یعنی؟ آسوز 128 کد 32 میشه 160 کد جمع 8 کد 166 کدام عددی که شما جمع میکنین او رو مثبت میگیرین او رو به 1 میگیرین و کدام عددی که جمع نمیکنین او رو 0 میگیرین خب ما میگیم که کدام عددی که جمع میکنیم 168 میشه 128 ایره هم 1 میگیریم دیگه 0 64 0 64 0 چرا ایره جمع نمیکنیم 32 1 32 دیگه 8 1
صفر اینجا یک زیرو 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 آلی اگر شما یک سمکار کنید که امی 168 تقسیم دو کنید مسلسل بر شما یادت میتا باینریه این امی یک زیرو یک زیرو یک و زیرو 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 میشه اگر یک نفر برای ما بگوید که باینری یک پیدا کنید پس چی کار میکنیم؟ باید یک زیرو بسیار خوب زیرو زیرو یه هم زیرو میشه؟ یه هم چی میشه؟ زیرو یه هم زیرو میشه؟ 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 یه هم یک میشه امی قسم دیگه یک داریم او هم همی سیم پروسیس هست زیرو 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 چند؟ یک آلی باینری ای عدد چند شد؟ آلی نمیشته میکنیم در اینجا که ای پی وقتی که همراه کمپیوتر دیگه صحبت میکنه چه قسم صحبت میکنه؟ یک 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 سپر دو سپر چهار سپر پنج شش دارت شست و هست چند است باینریش؟ یک زیرو یک زیرو یک یک زیرو دارت دو سه چهار پنج شش هفت یک دارت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک وقتی که کمپیوتر صحبت میکنه همراه کمپیوتر دیگه اینمی اعداد نظر میده کمپیوتر دیگه کی هسته؟ فرض کنید کمپیوتر دیگه آی پی دیگه داره او چی هست؟ 192.168.1.2 هست دیگه سیم پروسس هست دی ساید هم ولی آخری دو باینری دو چند میشه کدام بسیار خوب باینری دو زیرو سفر یک با یک یک ضرب دو میشه که برای ما دو به دست میاره پس تا اینجا باینری عدد دیگه که هسته سیم همین پروسیجر است دات یک زیرو یک زیرو یک سی زیرو دات پنج شش هفت دات یک دو سه چهار پنج شش نویس آخری شش تا سفر میاد چهار زیرو پنج زیرو شش زیرو یک زیرو سه ولی وقتی که این کمپیوتر همراه کمپیوتر دیگر صحبت میکنه دی جانب یه عدد در نظر گرفته میشه دی جانب یه عدد در نظر و پس صحبت صورت میگیره اگر هر عدد اگر هر نفر برای شما یک عدد داد که باینری ای را بکشه بسیار ساده ما شما اگر برای ما گفته شود که باینری 172 رو بکشیم دات 100 دات 16 دات 16 دات 1 هست یعنی بخصم یک ادرس برای ما داده بشه برای ما میگه که باینریش بکشیم چی کار میکن؟ زمین داره بکشیم تا سریف شده؟ کوینه شوی؟ سواد اگر از طریق تقسیم هم برم میشه از طریق بشار من برم میشه هر بیش ساز؟ کی پامید شما پامید؟ ساز ما یک مضمون بستر از پامید بگیرم خب امی ستیپه که پرمول که اگر یک کس یاد بگیره باز امو مضمون هم زورت نیست امو ساز ها جمع آره چی کار میکنم؟ اگر ما باینری 172 16 16 یک پیدا میکنیم اول پرمول پرمول چی هست؟ 128 128 که تقسیم دو کنیم چند میشه؟ 64 64 که تقسیم دو کنیم چند میشه؟ 32 32 که تقسیم دو کنیم 16 16 که تقسیم دو کنیم چند؟ 8 8 تقسیم دو کنیم چند؟ 4 4 که تقسیم دو کنیم 2 2 که تقسیم 2 1 این فرمول یاد بگیرید دیگه گفت نیست
از 128 شروع کنید، تقسیم دو کنید تا آخری که هر عدد میاد. خب وقتی عدد چونی است؟ سپورت اری و آنچور کنید مثلا سلو دو او خاص هم دغه پرمول په نظر کې نیسي. هر عدد ستا ته درک اوسو ته دغه پرمول په نظر کې ونیسي. نمبر یو سلو اتویس تقسیم دوه که مسلسل تا دو سل پنجاه و شش. اگر ما ای عدد جمع چرا ای کار میکنیم؟ بخاطر ای که ما شما ای را میگم که آدرس ای پی که است از یک شروع الی 255 قابل تغییر است، از او بالا قابل تغییر نیست. اگر ما این اعداد مکمل جمع کنیم مکمل 255 میشه. آلی یک نفر برای ما گفت که 120 ابتر دور 16 یک با باینری تبدیل کنیم. خب آلی در مابین این فرمول یک عدد در نظر میگیرین که او را جمع شد و بین یک دیگه. اگر 120 ابتر دور برای ما به دست آورد که امو اعداد باینری ماست و دیگه اعداد زیر ماست، او کدام است؟ اگر ما 128 جمع 32 کنیم چند میشه؟ جمع 160 جمع 4 164 میشه کداش 172 حالا چیکار میکنیم ببینیم؟ و پس ما میتونیم باینریش کنیم 0 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
جمع کنیم که یک سر بست یک ضرب یک سر بست هشت نمیشتم کنیم یک سر بست و هشت جمع زیرو ضرب شست و چار این مساوی میشه زیرو جمع سی و دو جمع یک سی و دو ضرب یک سی و دو جمع شانزده ضرب زیرو صفر جمع هشت جمع چهار جمع زیرو جمع جمع زیرو حالی وقت که رو ما جمع میکنیم پس مکمل برای ما چند میتواد است؟ یک سفر پس میتونیم مثلا بگویم که خب وقتی که از یک سرابتار دو پیدا شد باینریش حالی میریم از شانزده پیدا میکنیم باینری شانزده چند است؟ تیار خودش هست دیگه مکمل در مقابل سپر نمشتر کنیم اینجا هم سپر است اینجا هم سپر است اینجا هم سپر است در مقابل شانزده چند است یک است در مقابل هشت سپر است در مقابل چهار سپر است در مقابل دو سپر است در مقابل یک سپر است و دیگه ستیپ شما مقسم است سپر شانزده دیگه هم است سپر سپر چند؟ یک سپر 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 همه قسم باینری یک سپر 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 پس میتونیم بگویم که باینری یک سرابتار دو یعنی میاد است چی یاد گرفت مکمل کسان؟ میتونه یک نفر دیم یاد تخته کار کنه؟ میشه شما کار کنی یک عدد با چی تبدیل کنی؟ خب ما میتونیم براتون؟ میشه یک عدد ای پی ما میتونیم براتون 180.94.92.1 ایرا با باینر تبدیل کنیم میشه تشه گب بزنیم؟ تو دارم سادم کدر فرمول نمشن میکنیم یک سر بیستش رو تقسیم دو میکنیم 64 باز تقسیم دو میکنیم 32 باز تقسیم دو میکنیم 16 باز تقسیم دو میکنیم 8 باز 4 2 1 باز کنیم دکم پاکتر نمشن دو جوشه شست و چار سی و دو شانزه هشت چار دو یک اینجا رسالت 180 داریم 180 جمع میکنیم کدوم از 180 میشه بعد از اگر هر کدومش که عدد هایی را که جمع میکنیم در زیر شک میمونیم و عدد هایی را که جمع میمونیم سفر میمونیم 128 که 164 اگر بگیریم زیادتر میشه 180 زیادت میشه 32 جمع 16 32 123 116 116 این نیست این نیست 128 64 رو جمع نمیکنیم که
32 که جمع میکنیم میشه 160. 160 باز جمع 16 میکنیم که 176 شد. باز 8 نمیگیریم، صفر جمع 4 کنیم 180 یا 0 0. باز میگه 94. 64 هست. 64 64 جمع 8 میشه 72 باشد. 72 94 16 قضی که بگیریم میشه 16 76 82 نیم زیاد میشه 64 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 60 این قضی که بگیره 20 میشه، این قضی میشه 80 80 یا میشه 80 92 میشه، باز دوی دیگر رو بگیره 94 میشه تا دو رو یک صفر. باز میگیم 92، این 92 سیار خود دو رو نمیگیرین دیگه تمام میشه میگیرین و از یکان کنیم پیدا شد؟ دیکھی کلیر؟ دیکھیز کی پامید؟ مکمل؟ پوست بکنه؟ ویدو بونه هی؟ شاہم خب بسر خوب هدف عزیز اگر برای ما هر عدد داده میشه ما ضرورت بداریم که او رو به پاپاری اول باید به بانیاری تبدیل کنیم. در این کتاب هم امی موضوعات مکمل ذکر است که اگر برای ما یک عدد داده میشه اول که یک نفر وقتی که در باینری ما شما صحبت میکنیم در باره ای پی ادرس کلاس ها باید معلومات دقیق بگیریم. ای پی ادرس ها چند کلاس بود؟ پنج کلاس داره که کلاس ES، کلاس BS، کلاس CS، کلاس D و E. کلاس ای ما شما ایره میگیم که از یک الی 127، یعنی به این معنی 127 خودش نمیه، 127 به خاطر چی؟ تست کردن این آی سی کارت یا لوپ بک آی پی هست در اینجا میگه. و کلاس بی که هست 128 الی 191، کلاس سی از 192 الی 223 و مثلا کلاس سی و بی و ای. کلاس ای و بی که هست و سی اینمی یوز میشه و دو کلاس دیگه که هستی به خاطر ریسرچ تحقیقات ریزرو شده. بعد از شما باید یاد بگیرین ایرا حفظ کنین که اگر برای ما یک نفر ایرا پرسنال میکنه آنلاین سوالات سیسکو هم است رنج پرایویت کلاس پرایویت نمیشته کنین اکثر در کمپانی ها که میره شما انتحان میتین دایم یاد بگیرین که ده یک سر ابتازو یک سر نوردو ایرا ما شما سوال میکنیم شما دایم میبینین که یکان کمپانی ها که یا ده پی هست یا یک سر نوردو هست یا یک سر ابتازو هست شاید بر شما هم سوال پیدا شده باشه که چرا در هر کمپانی میره مردم همی آی پی ها میده؟ چرا یک آی پی دیگه نمیده؟ علت چی است؟ که سه کلاسی که اولی است که ای است و بی است و سی است ای به قسم پرایویت با مکمل دیوائس ها معرفی شده. چه که وسایلی که شما میگیرین در بازار در مارکت اینمی سه کلاسی که است ای به قسم پبلیک قبول نمیکنه به هیچ صورت. ای سپیس چی است؟ پرایویت است. شما ببینید دلیل به هم ما 92 متر یا 132 متر میاد. اگر این تغییر بخوره شاید 11 شوه یا ای 73 شوه یا ای 93 شوه پس به این معناست که او آی پی ادرس ها امکان داره که در پابلیک لیست بیه ولی ای سی کلاس دیگه که است ای در پابلیک لیست نمیه بخاطر چی نمیه؟ نه بخاطر استاندارایزیشن کمپانی ها چی کار کرده؟ یک استاندار بوجود آورده بین کمپانی ها برایشان گفته شده که اینمی سی کلاس در هر کمپانی میتونه شما به قسم پرایویت استفاده کنه وی سی کلاس نمیتونه که شما به قسم پابلیک یوز کنه و ما شما برای پبلیک و پرایویت آی پی ادرس ها صحبت کرده بودیم که پرایویت ادرس های است که تکرار میشه برای رجیستریشن ضرورت نداره به خریداری ضرورت نداره وقتی که ما شما در پبلیک صحبت میکنیم پبلیک مجبور هستیم که او را خریداری کنیم رجیستر کنیم و تکرار هم نمیاد و دیگه چیزی که شما دیگه باید یاد بگیرین که دیفالت سبمیت ماسک هست کلاس دیفالت سبمیت ماسک که کلاس ای چند است 255.0.0 است از کلاس بی چی هست 255.255.0.0 هست از کلاس سی 255.255.255.0 هست این را یاد بگیریم اگر شما در یک شبکه یک ادرس میتین در کمپیوترهایتان اگر در یکی از این کمپیوترها سبمیت ماسک غلط بود باز از کمیونیکیشن انجام نمیشه
یز امرت باس اگر شما در اینجا کلاس A میتین یا B میتین یا C میتین باس همو کلاس سبمیتا بر شما دریکت چی میکنه؟ میگیره. فرض کنیم ما شما در اینجا کلاس A میتین. اگر ما اینجا بریم یک کدام کلاس هست؟ کلاس C. و فرض کنیم ما اینجا کلاس A میتین. کلاس A فرض کنیم ما میگیم یک دوت یک 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 255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 
شما هر آدرس داشته باشیم و بخوایم که دیفالت سمند پاسکش پیدا کنیم. برای کلاس A 255.0.0، برای کلاس B 255.255.0.0 است. برای کلاس C 255.255.255.0 است. این ستاندر است. و این که چرا ستاندر است باز هم دلیل دار. ببینیم پس میتونیم اکسم بگویم که پرایویت کلاس های مایی است، دیفالت سمند پاسک هم وجود دارم و هم اکسم کانسپت باینری است که علی کار دارم. بعد از اون ما شما میریم به تبدیل کردن اینجا سیاد مثال هست. اگر شما در یک کتاب کار کنیم، بعد از اون مشخص میکنیم که کدام کلاس A است کدام B است. یک کسی که در بخش نتورک کار میکنه مدیرای ایتی عموما باید ای بفهمه که آیا این کلاس A است یا B است. اگر برای ما یک کلاس داشته باشه که ای بگوه که کلاس A است، ما این کدام کلاس است ما باید مشخص کنیم. یک کلاس از کجا مشخص میکنیم؟ از اولش. بخش اولش. اگر این بخش در مابین رنج کلاس A بود، بس فیصله میکنیم که کلاس A است. این همی عدد دیگه در نظر نمیگیریم. کلاس A از 1 الی 126 است. کلاس B از 128 الی 191 است. و بعد از اینجا فیصله میکنیم که کلاس A است یا B است یا C است. اگر یک نفر برای ما بگه که کلاس چند است؟ چی است؟ این کلاسی؟ چی است؟ D. چرا D است؟ D است چند شروع میشه؟ نه D است چند شروع میشه؟ 223 الا 239. و امیقسم کلاس های دیگه مثلا این سوالات هم است آنلاین. از کلاس جیمز ها چرا کنم؟ از 223 تا 239 تقریبا 14 نه بیمانه نه. اصلا این خواه یک رنج تعیین شده برای هر کلاس و این امی دی و ای ما یوز نمیکنیم بخاطر اینکه کمه و امیقسم او بخاطر ریسرچ است، تحقیقات است و به تحقیقات قدر آی پی ها و داخل او ای پی میلیون ها ای پی دیگه است. یکی چه قسم است؟ با کدام فرمول است؟ ما شما فرمولش کار میکنیم. نو ای یک سوالات است که بر شما میه. اگر یک آدرس برای شما داده شود که هوست بخش است و نتورک بخش است، باید یک آدرس باید شما مشخص کنید. مثلا یک ای پی برای شما داده شود و شما گفته شود که دی ای پی آدرس کدام بخش از هوست است و کدام بخش از نتورک است. هست کنم نتور بخش اولش میشه، هست کنم بخش دوم سیوم و مثلا وقتی که ما شما ایره مشخص میکنیم که این بخش هوست است یا بخش نتورک، اول ایره در نظر میگیم که این کلاس ای است یا بی. در کلاس ای بخش اول از نتورک است، دو بخش سه بخش دیگه از هوست است. در کلاس بی دو بخش از نتورک است، سه بخش از هوست است. و در کلاس سی سه بخش از نتورک است و یک بخش از هوست است. و نتورک قابل تغییر نیست و هوست بخش قابل تغییر است. همین ما شما کار کردیم. ببینید این سه بخش از نتورک است، قابل چنین نیست، ولی این بخش قابل تغییر است. ببینید این هفتاد و هشت شما میتونه هر آی پی بتونید اینجا، ولی در کلاس A که است، اگر برای ما یک کلاس A داده شد فرض کنید ده یک یک یک، در اینجا یک بخش از نتورک است و سه بخش از هوست است. اینجا زیاد آی پی سپورت میشه در کلاس A. یکی چقدر است؟ با کدام فرمول است؟ و با کدام شبکه اینترنتی ما باید کلاس A بیتیم و با کدام شبکه اینترنتی باید کلاس B بیتیم؟ این هم دلیل داره. خانمای 24 من که دلیل نیست؟ خب، بله، چه قسمشه در فرمول ما شما بحث کنیم و فرمول بهش باید برسنیم. خب، سبا باز هم از اینمی سلاید شروع میکنیم و بعد میریم تا آخر اینمی سمیتنگ زیاد مثال هست که را کار کنیم. انشالله مکمل ما شما یاد میگیریم. درس آنه بعد از او خوب، حالا درس ها خوب میشه.